خب بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه است، 16 مرداد ماه 1398 برابر با 7 آگست 2019 و فکر کنم تاریخ ها رو هم اینجا درست گذاشتیم. بله، اینجا نوشته 7 آگست و این افکت 4 هم نوشته چهارشنبه 16 مرداد. و دیگه من تا آخر برنامه تاریخ رو نمیگم، گویا در برنامه گذاشته هم 2-3 باری مرداد و با ماه می اشتباه کردم. گفتون پیر شدی سربی از میکده خارج شو. خوشحالیم که بعضی از دوستان حواسشون به ما هست، از طرفی یکم متاسفیم که بعضی دوستان بی خیال همینجوری میان باری به هر جهت. این ماجرای باری به هر جهت از کجا آمده، ماجراش چی بوده، بگید برای ما. و اما امروز قرار بود با آقای دکتر شهرام ایرانبومی چند دقیقه‌ای برنامه داشته باشیم تا درباره این ماجرای واقعا غیر انسانی ویزا ندادن به ایشون و شروع جنبش ایرمان ایران بومی صحبت کنند و کار براشون پیش آمد. میدونین این بنده خدا یه نفر مثلا اگر از زندان زنگ میزنه، این اونو ترجیح میده بره دنبال کار اون، اونو آزاد کنه به جایی که بیاد با من شما صحبت کنه. من شما میتونیم روز جمعه این کار رو انجام بدیم. روز جمعه با ایشون خواهیم بود. و اما یادتونه تو برنامه ها چندین بار من گالا گفتم که یه دوستی ما داریم به نام آقای مسعود کردار، و این آقای مسعود کردار میشه بگی تقریبا یه تاریخ گویای این ماجرای 40-50 سال گذشته است و با خیلی آدما در رابطه بوده و من همیشه دوست داشتم که خودشون بیان و این خاطرات رو از زبان خودشون بشنوی و امروز این کار انجام میشه اگر ابر و باد و مه و طوفان و فلک همکاری و همیاری کنن. و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، همینجوری که میبینید از اول برنامه تا آخر برنامه هر چند ثانیه‌ای یک بار نوشته میشه، از طرفی نوشته میشه که تلویزیون مردم به حمایت شما هم نیازمند است. اگر دستتون به جیبتون میرسه، حالا بعضیا دستشون به جیبشون میرسه که پولشون رو محکم نگه دارن، ولی دستتون به جیبتون میرسه و میتونید خرج کنید، تلویزیون مردم رو حمایت کنید. خیلی ممنون. آقا فرهادم از ایران با ما هست با اون کاریکاتورهای قشنگی که میکشه و ببینیم چه خواهد شد. امروز قرار است که این شالاتان بزرگ شیاد قرن 21 بره به الپاسو. اصلا شما اسم این شهر رو نگاه کنید، الپاسو اسم مکزیکیه، اسم اسپانیش. بعد این چند مدت پیش رفته اونجا با کلاشی، با این دروغ و اینها، هی به مردم گفته اینایی که میان اینجا نمیدونم دزدن، اینا تجاوز میکنن، اینها جنایتکارن. یه احمقی هم بلند شد و اون روز رفت 22 نفر رو اونجا کشت و حالا مردم میگن ما اصلا نمیخوایم قیافه نحس این ترامپ رو در مراسم ختم و مراسم یادبود اینها ببینیم. آخه این که نمیشه، تو میای از یه طرف به اینا میگید برید بزنید، حتی توی سخنرانی تو فلوریدا میگه چه کار کنیم با اینا، طرف میگه شوددم، شوددم یعنی بهشون شلیک کنید، و اینا هه 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 با اون قیافه انتریش میخنده. و به جای اینکه بگی نه اینجا مملکت اینا، پریروز صحبتی کرد بالاخره بعد از 2 روز جون کنده اومد جلو تلویزیون و اینها، ولی باز تو همونم خراب کرد، تو همونم اون ترس و وحشت از NRA National Rifle Association و پولهایی که اینا میگیرن به اصطلاح سایه میندازه رو اینها و اینها رو سانسور میکنه، از رئیس مجلس سنا گرفته که دیگه الان بهش میگن موسکومیچ. یه ماشینی بود موسکروچی بود، اوسکروچی بود چی بود، حالا به این میگن موسکومیچ، اسمش میچه، موسکو هم میگن یعنی نوکر روسیه و شوروی ایناست. و خیلی جالبه اون روز که این اتفاق افتاد، این از خونش اومده بیاد بیرون، افتاده و شونه یا شلدرش شکسته، امیدواریم همه بدنش بشکنه. من امروز سعی میکنم با این آقای پرویز بابایانم یه تماسی بگیرم، چون بعضی وقتا میبینم تقصیر خود منه و ما اون ضرب المثلی که داریم در دیگ باز حیای گربه کجا رفته، بعضی وقتا گربه ها حیا ندارن و ما باید در دیگ رو ببندیم. ما خب بعضی ها میان میبینیم
اینها تنها هستن، ابراز دوستی میکنن، از یه مسائلی نگرانن، ما هم میگیم اوکی بگو هر چه دی میخواهد دلتنگت. بعد یه مدت میبینیم نه آوا اصلا دیگه مودی ما هم شدن، به ما میگن چی بگو، چی کار بکن، برنامه چجوری باشه و الی آخر. این همون دوستی که پیامش پخش کردم و گفت که آقای صبحی منو فیسبوک به اصطلاح بلاک میکنه و اینها، بلاک کردن فیسبوک خیلی ها رو، مجید خوشنودی، مجید افراخته، اینا رو هم بلاک میکنه. دلیلش اینه که فیسبوک یه روشی رو پیش گرفته و اون روش حمایت از به اصطلاح زورمندان، قدرتمندان، اسرائیل، صهیونیست و اینها هست و حتی یه جایی شما یه چیزی بگی بر علیه آیسیس، مایسیس، اینا شما رو بلاک میکنه. ما گفتیم شاید این آقا راست میگه و اینجور، بعد دیدیم نه آقا هی به ما هم توهین میکنه اینا. ما دیروز یا دیشب بلاکش کردیم، امروز صبح بهش زنگ زدم جواب نداد، پیغام نگذاشتم، گفتم شاید در برنامه بهش زنگ بزنم. میگه که سوربی گفتی اگه دستتون به جیبتون میرسه، خیلی ها را میشناسم که خیاط براشون اصلا جیب ندوخته. باید از این شلوارهای ارتشی هست، چی بهشون میگن؟ پکی، پگی، یه 8 تا 9 تایی جیب داره و بعضی وقتا یادت میره دیگه، مثلا تلفن تو کدوم جیب گذاشتی. بعضی وقتا آدم وحشت میکنه، دست میزنه میبینه اینجا نیست، بعد میبینه تو جیب اونوریه، جیبا هم یکیش روی رونت هست، یکیش نمیدونم روی باسنت هست، یکیش بغله، یکیش اون پایین پای. ارتش هم جیباش اینجوری بود، ولی اون یه فلسفه ای داشت که هر چیزی رو یه جا بذاری که بعد بدونی کجاست، حتی تو تاریکی، تو تیراندازی اینها بتونی دست کنی خشابتو برداری. البته خشاب که رو کمر بود بمانه. درصد ممنون و متشکرم. میگه بعضیا گفتن شلواراشون یا لباسشون جیب نداشته باشه. خود من کت و شلوار که میخرم از روزی که نوه تا روزی که میدمش اینور اونور این جیباشو باز نمیکنم. دیدید با جیبا رو اینجوری کوک زدن ها، یا بخیه زدن. شما میگین کوک، شیراز میگن کوک. وقتی شما میرفتی برای خیاطی کف شلوار و کت و اینا رو پرو کنی، میگو خیلی محکم نکن برای چون این کوکش زدم فقط. حالا برای چی کوک، از کجا اومده بود نمیدونه. در صورت اینا رو دوختن که این صاف و راف وایسه و وقتی شما جیبت رو باز میکنی توش چی میذاری، باتری تلفنتو میذاری، تلفنتو میذاری، خودکار میذاری، یا بعد یه مدتی بازم به قول شیرازی ها میشه مثل لوده. شما میگین لوده چیزی که کج موجه و اینا، میگن لوده. بگذر ببین شما چقدر چی یاد گرفتین از این تلویزیون و از خودتون بپرسید چرا تلویزیون رو حمایت نکردی. و اما ترامپ، مسئله تنفر، شما ببینید یه آدمی چقدر پس فطرت باشه که یه نفر وقتی میمیره، اونم همسر یک رئیس جمهور، مادر یک رئیس جمهور دیگه، وقتی میمیره بگه این مردک نیاد تو ختم من. مادر جورج بوش پسر، همسر جورج بوش پدر، وقتی فوت شد گفت این چیز نیاد، ترامپ نیاد. ولی جورج بوش پدر وقتی که فوت شد گفت بیاد. اتفاقا میدونید فلسفه این بود که آدم بد و شاگرد تنبل و اینا رو شما از کلاس نکن بیرون، بگو بیاد بلکه آدم بشه. رفت و اینا دیدن نه خیر این آدم باشه نیست و اینا. حالا ببینیم امروز چه کار کرده، آیا رسیده اونجا یا نه. ولی 9 صبح 10 صبح که از اینجا داشت میرفت، طبق معمول همون خر و شارلاتان و کان آرتیست، آدم های فریبکار و اینا رو میگن کان. در صورت این واقعا همین بوده و هست. همین شهری که داره میره الپاسو، 470 هزار دلار برای برنامه‌هایی که گذاشته هنوز پولشون رو نداده، که با لیت فی، با پولا میگن چی، تأخیری که جریمه شده و اینا، بیش از 500 هزار دلار، بیش از نیم میلیون دلار. ولی نیم میلیون دلار برای کسی که 110 میلیون دلار جمع کرده پولی نیست، ولی این گدا صفته. این درست مثل پهلوی‌ها هست که مادر بزرگ چون اینجا نیویورک گویا رفته شهردار براش قبر درست کرده، چون اینا گویا فرح پول فرستاده برای داداش شاه، داداش شام پول رو خورده، جنازه کنار خیابون بوده و مادر بزرگ این رضا پهلوی اینا رو اونا چیز کرده. این فکر کنم جیباشونو، فکر کنم کتشلوارشون جیب نداره. بمانه پول اینا رو نداده، پولا رو نمیده، میره اونجا یه مش آدم بی سواد، بی دانش، بی تاریخ ندونسته اینا رو میاره و میگه اینها آقا خانم برو سابقه آمریکا رو بخون، ببین از قبل از این که آمریکایی‌ها بیان اینجا چه افرادی اینجا بودن.
اینجایی که ماها هستیم از اسماشون هم معلومه، اون بر آکاکوانه، این بر الگانکیانه، اصلا اسما سوخت‌پوستیه که الان اون وقتا میگفتن به اینا ایندیان به اشتباه، چون طرف که اومده فکر کرده و رسیده به هندوستان به اینا گفت ایندیان، بعد گفتن آقا اینا ایندیان نیستن و اینا نیتیو هستن، نیتیو یعنی بومی، حالا یه چیز دیگه میگن اندیجنس، یه چیزی اینجوری میگن، چرا نمیدونم، بمانه همینجوری که اون وقتا میگفتن اورینتال، حالا میگن نگید اورینتال، بهشون بگین ایژن، اب نداره عوض میشه، ما هم یاد میگیریم باهاشون عوض میکنیم. ولی از اون ور شما نگاه کنید قاره آمریکا که میرید به طرف پایین، اینا کیا بودن؟ اینا یا مکزیکی بوده یا اون پایینترش گواتمالا هست، کجاست؟ هندورس و ماندورس و اینا، همینجوری از آمریکای شمالی بیا آمریکای مرکزی برو آمریکای جنوبی، اینا صدها سال، هزاران سال، میلیونها سال اینجا بودن. من و تو جدیدیم. شما کدوم انسان بیشعوری رو میبینی که وقتی میاد یه جا به اونی که قبلا اینجا بوده بگی شما بلند شو برو بیرون؟ و این کارو که یه سری از خودش هم نادانتر گفتن، بله، یکیش همون آقا که 4 صفحه هم منیفست نوشته و بلند شده رفته اینا رو کشته، و اصلا نگاش کنید ببینید قیافش چجوریه، نگاش کنید یه آدم بیکاری که خونه مادر بزرگی زندگی میکنه اینجا تو آمریکا، هر کی 16 سالش میشه فوری شروع میکنه کار میکنه، ماشین خودش رو، یه ذوقی، یه شوقی، 18 سالش که میشه سعی میکنه از خونه بره بیرون، بعضی وقتا حتی سعی میکنن با دوستاشون خونه اجاره کنن، مستقل باشن، بعضی وقتا هم بدهکار میشن، پدر و مادرها باید کمک کنن و اینها. البته الان یه تم جدید، یه روش جدید اومده از سال 2008 به این طرف که اقتصاد بد شد، مثل ایران اینا هم تو خونه می نشینن میمونن با پدر و مادرشون. و اما میگه خسیس بزرگ غلام رضا پهلوی بود، خودش شخصا حضوری میرفت اجاره خانه ها را میگرفت. خیلی ممنون. اینجا نوشتید ایندیانر، من نمیدونم یعنی چی ایندیانر، آلمانی ها بهشون میگن ایندیانر، ولی این وقتی که آمدن یا کریستوف کولوم بود یا اون امریکن وسپوس آمد و فکر کرد که حالا رفته به هندوستان، به اینا شروع کردن گفتن ایندیان، بعد فهمیدن آقا هندوستان جای دیگر، اینا هم ایندیان نیستن. کسی خبر داره که این ترکمون ترامپ اونجا صحبت کرده یا نه؟ چون نماینده مجلس مال اونجا گفت که من باهاش نمیرم، خیلی ها گفتن ما میخوام اعتراض و اعتصاب کنیم، ولی به احتمال زیاد اینا تماس میگیرن به اون احمقایی که دارن مثل شعبون بیماخای خودشون، میگن شماها بیاین، اونا میان مجلس رو به هم بزنن، اونا میان جلوگیری کنن از تظاهرات درست و واقعی، ولی اینجا باید یه چیزی انجام بشه دیگه، رسیده به اینجای مردم. البته ما هر دفعه میگیم رسیده به اینجای مردم، مثل که مردم قدشون هی بلند میشه، هی آب که میاد بالاتر اینا میان بالاتر. بگذارید ترامپ و اینها رو بریزید سر آشغال، بریم سراغ ملاها و کثافتکاری های اونا. ظریف در یه توییتی گفته که شما میتونید 3000 نفر آمریکایی رو بکشید، اینجوری کنید، اونجوری کنید، تو کشورتون دموکراسی نباشه، حقوق زنان رو ندین، توی میدون با شمشیر سر ببرید و اینا، و دوست آمریکا باشید، یا میتونید مثل ما ایران دعوتشون رو قبول نکنیم و به ما بگن دشمن. نظر شما درباره ظریف چیه؟ ظریف کسی که 2-3 روز پیش وقتی که تحریمش کردن گفت که من که چیزی تو آمریکا ندارم، تحریم میکنین. امروز یکی دوتا نوشته این ورانور دیدم که این دوتا خونه داره، البته خونه ای که زده بود نوشته بود 480,000 دلار. خونه 480,000 دلاری تو نیویورک دوستان اصلا خونه نیست، اونایی که تو نیویورکن میدونن. حالا بگذاریم اینا، اگر داشته و عنوان نکرده نشون میده خود اینها هم به اصطلاح کارشون خرابه و دست کمی از اون به اصطلاح رژیم قبلی شاه و فامیلش ندارن. بعضیا میگن اون موقع آقا شاه بود و فامیلش، الان این آخونده هستن و 1000 فامیل، و چه باید کرد اون رو هم من نمیدونم، ولی متاسفانه مخالفین دولت جمهوری اسلامی انقدر کارشون بده که مردم میگن آقا ما دیگه به اینا عادت کردیم، اینا هرچی میخواستن کشتن، هرچی میخواستن دزدیدن بردن، و دیگه نمیخوان یه جدید بیاد. ضمن این که آقا کسی که دزدی میکنه هیچ وقت سیر نمیشه و هر روز فردا میخواد بیشتر از امروز ببره و اینها، و
صحبت هایی که این طرفداران پادشاهی میکنن این بر اونور، حرف هایی که میزنن نادانسته و به اصطلاح احمقانه، اگه ما رفتیم ایران این کار میکنیم اون کار میکنیم، ملت میگن ای بابا اینا هنوز نیومدن اینجوری زور میگن، اگر آمدن چی میشه؟ اونم یک ترمز دیگه ای شده، مردم رو نگه داشته و نمیذاره کاری انجام بشه. دوستان عزیز لطف کنید دوستانتون رو دعوت کنید تا اونها هم بیان و این برنامه ها رو با هم ببینیم. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ما که میشه 12 ظهر ما میریم و با آقای مسعود خان عزیز صحبت میکنیم و ببینیم ایشون چی میگن. حالا بذارید ما باز هم یک شانسی به این آقای چیز بدیم، کی اسمشه، آقای پرویز بابایان، یه زنگی بزنیم بگیم آقا شما چته و چیه، شما فکر کنی من نوکر باباتم، نوکر مامانتم که هر کاری تو میگی من انجام بدم؟ تو الان سالهاست به ما گفتی که من تلویزیون مردم رو حمایت میکنم، یک پنی حمایت نکردی، حالا دیگه طلبکارمون هم شدی. فکر کنم این باشه 604. بذارید من زنگ بزنم ببینم که ایشون هستش یا نیست. بله آخرش هم 79. آبی بنوشم و بله آقای بابایی از سوربی هستم، امروز صبحم زنگ زدم شما نبودی، گفتم زنگ بزنم در برنامه با شما صحبت کنم، به قول آقای احمدی نژاد بگم آقا برادر کجات میسوزه ولی شما نیستی. و ببین همینجوری که من به شما میگم، شما زنگ میزنی میگی من میخوام باهات صحبت کنم، یه وقت شما زنگ میزنی من نیستم، یه وقت من زنگ میزنم شما نیستی. و بهترین کار در قرن 21 اینه که آدم پیامش رو بذاره. من دیروز یا دیشب شما رو بلاک کردم و گفتم آقا مرا به خیر تو امید نیست، به اصطلاح شر مرسان و مرحمت فرموده ما را مس کنید، این ضرب المثل ایرانی، برو آقا دنبال کار و زندگیت، برو هم بچسب به باهایی ها و پاچه اونا رو بگیر تا بعد. روز روزگارت خوش، هر وقت دوست داشتی زنگ بزن پیام بذار، اگر دیدم توی پیامای تلفنی دم از حد خودت از گلیم خودت پاتو دراز در کردی اونجا هم بلاکت میکنم. مرسی، امیدوارم دوباره فکر کنی و ببینی که آخه کجای دنیا یه نفر به خودش اینقدر اجازه میده که به یه نفر که نشسته یه برنامه رو اجرا میکنه نه مجبورت کرده بیاد نگاه کنی نه ازت پولی میگیره، طرف بهش دستور بده آقا چرا راجع به مونا حرف نمیزنی، چرا راجع به بهایا؟ میگم مرد حسابی تو اگه میدونی تو بیا حرف بزن. ببخشید اینو میگم، شما لابد وقتی هم عروسی میکنی به این و اون میگی بیان کمکت کنن. خدا نگهدار تا بعد. بله اینم آقای پرویز بابایان، اگه شما هم بیکار هستید و اینها برید روی فیسبوک با ایشون صحبت کنید، من ایشون را از دیروز بلاک کردم. و اما یه آقایی رو چند مدت پیش یکی از دوستان من که دکتر آسیب شناسی و اینها هست به من تماس گرفت، گفت سوربی من خیلی تو کار میدیا و ایران و اخبار و اینها نیستم ولی اینجا چون تو کار دانشگاه هستم اینها با من تماس گرفتن و از من دعوت کردن که برم ایران تو یک مثلا برنامه 2 هفته‌ای شرکت کنم که 3 روزش سمیناره باقیشم لابد ما رو میبرن این ور اون ور. و گفتم به من گفت برم یا نرم، گفتم والا این نظر خود شماست ولی من نمیرم ایران. گفت مگه شما مشکلی داری؟ گفتم نه آقا من مشکلی ندارم، آخونده ها مشکل دارن، اینا معلوم نیست کی چه کسی رو میگیرن. و گویا یه بنده خدایی رو دعوت کردن این بلند شده رفته ایران، ایران گرفتنش، بعدم آوردن اعتراف که این مأمور جاسوس اسرائیله و حالا میخوان طبق همون اعترافی که به زور گرفتن اعدامش کنن و مثل که همسرش و یه عده دیگه‌ای دارن تلاش میکنن، دیدم با پوشیدن جلیقه‌های زرد، متاسفانه این جلیقه‌های زرد رو هم مجاهدین بی آبرو کردن. جلیقه زرد که اسمش پشتش چیه، این بنیاد عفو بشر چی اسمش، امنیستی، امنیستی اینترنشنال، سازمان عفو بشر،
این لباس ها رو پوشیده بودن و یه تابلو خیلی بزرگی درست کرده بودن، حالا میرسیم بهش بهتون نشون میدیم. ولی برگردیم به این دوستمون که من بهش امروز نوشتم که دیدی اون روز بهت گفتم دوبار فکر کن. بعد آمریکا یا میگن بعض وقتا رو این پیشنهادی که شده شما شب بخواب، با عجله تصمیم نگیر، بعد sleep on it و فردا نتیجه رو بگو. اینم از این ماجرا. و اما ساعت 3 که بشه 40 دقیقه دیگه شما رو میبرم به کانادا و اون طرف کانادا که خیلی هم زیباست چیه، این ور تورنتو اینا هست، اون ور فکر کنم ونکوور، نه؟ و اونا 3 ساعت، اونا با سیاتل اینا همزمان هستن. آمریکا اینقدر بزرگه، این طرفش با اون طرفش 6 ساعت فاصله داره، منظورم هواییه. این طرف ایست با وست 3 ساعت فاصله زمانی داره، تایم زونش فرق میکنه. و اما با ایشون صحبت میکنیم، ایشون درباره من چند تا برنامه تعریف کردم، گفتم با وجودی که با این امید دانا من مشکل داشتم، ولی الان رسیده جایی که ما 30 سال پیش بودیم و حرفایی که میزنه خیلی هاش حرفای درستیه، خیلی هاش هم همون لوسبازی و اینا، بچه ننه هستن اینا، تو ایران هم تو خانواده های پولدار بزرگ شدن، سوسول و اصلا از حرف زدنش و از حرکاتش تیتیش جان من چی میگن سوسولیش نگاه کنید، ولی حرفایی که میزنه بعضی هاش درسته. امروز اتفاقا یه دوستی خانم مینا خانم برای من اینو فرستاده بود که نگاه کن ببین چی میگه و اینها. میگم خب خانم این رفت دنبال رضا پهلوی و چون بهش گوشتی ندادن، استخونی ننداختن جلوش، شروع کرد واق واق کردن. اگر از خودتون سوال کنید، اگر رضا پهلوی به ای مثل فخرآور و دیگران گفته بود بیا، عکسی گرفته بود، نامه‌ای براش امضا کرده بود، این هم مثل آقای رضا زرابی اینها چی میگن نول منی بیخاصیت میشه. میدونید که تو برق داریم مثلا پازیتیو و نگتیو، بعضیا نول هم میگن، نول نمیدونم مال فرانسویه کجا، اینجوری میشد. ولی شما برو اونایی رو ببین که وقتی هم اومدن بهشون پیشنهاد کردن اینا نرفتن، مقاومت کردن. این آقای باتمان قلیچ، بهمن باتمان قلیچ، این داور زنده است، زنگ بزنید ازش بپرسید. منو داور دعوت کرد توی رستوران خیلی خوبی توی تایسن کورنر، نهارم سفارش داد و اینها، و گفت آقا حالا شما چرا ایراد میگیرید، شما که میتونید بیاین من با رضا پهلوی اینجوری و اونجوری و تلویزیونتون رو حمایت کنم و فلان اینها. من یه نگاه به داور کردم، داور یه نگاه به من کرد، گفت چیه میخوای بگی پشیم بریم؟ گفتم آره. بلند شدیم رفتیم، نه نهار خوردیم، نه آب خوردیم، نه آبجو خوردیم. گفتیم آقا ما نخواستیم. مینا خانم ببین، اینایی که قبول نکردن اونا کیا بودن؟ اونایی که حرفشون اون روز همین بوده که امروز هم هست، نمیخوام بگم اونایی که عوض نشدن، این خیلی خوبه که عوض شده، ولی گارانتی هست که فردا عوض نشه؟ نه. خب اینم ممکنه مثل آقای بابک هروی، بابک هروی هم یه مدت با شاه بوده، بعدن حرفش گوش نکرده برگشت، بعدن اومد اینجا و اومد واشنگتن، تا اومد واشنگتن خراب شد، حالا برگشته دوباره سر و جون و تنش فدای شاه و بچه‌هاش بمانه. یه تیمساری بود، الان اسمش یادم نیست، این تیمسار ژاندارمری بود، شاید آقای آریانپور یه وقت ببینمشون ایشون بتونه به من اسمشو بگه، به من بگه این زنده است یا مرده. این یه روز به من تماس گرفت، گاش سوربی من شیرازی هستم، شما رو میشناسم، فامیل سوربی رو میشناسم، فلانی رو میشناسم، فلانی رو میشناسم، چند تا از پسرموهای بابای منو گفته فلان. نه گفتم خاله بفرما. گفت که ببین من میام اونجا، میریم با هم یه نهار میخوریم، بعد میریم منزل آقای رضا پهلوی. گفتم خیلی ممنون از دعوتتون برای نهار، ولی من چرا بیام منزل رضا پهلوی؟ بعد گفت بریم حالا دیگه بالاخره دوست بشیم و اینها. گفتم آقا من با کسی دشمن نیستم که شما میخواین منو آشتی بدید، ضمناً ایشون از من کوچیکتره. بعد من جام معلومه، من نشسته بودم تو دفتر رنگارنگ، اون موقع منیجر تبلیغات و ایناش بودم. گفتم نشستم اینجا، شما بلند شید برو با اون نهارتو بخور، بعدم برگرد بیا اینجا. بعد آقا شما خیلی کل شقی فلانی بیسار اینا. گفتیم حالا بالاخره یا کل شق هستیم یا نیستیم، دیگه بالاخره همین هستیم که هستیم. اینا رو شما و الا اونا دارن حرفی رو میزنن که ما 20 سال پیش دادیم، و اونا دارن حرفی رو میزنن که وقتی ما بهشون گفتیم بهمون فحش دادن، بهمون توهین کردن. همین آقای مسعود وقتی امروز بیاد
درباره این آقایون فخرآور، باطبی، اکبر گنجی، محسن رضایی ایشون صحبت میکنه و با هم پای صحبت‌های ایشون خواهیم بود. خب دوستان، شما هم این مشکل رو دارید که از صبح تا شب 30 تا 40 تا ایمیل های مزخرف از اینکه این قرص رو بخور فلانت میشه قد نمیدونم درخت نخل، اون قرص رو بخور سوراخ تنگ میشه فلان بیسار اینا، ولی ایمیل های دوستانه، ایمیل های شرکت هایی که باشون در تماسی میره تو ترش، میره تو اسپم. من باور کنید 5 روزه از روزی که این تلفن جدید رو گرفتم عوض کردم و آدم یادش میره که چه جاهایی این تلفن رو داده. حالا اینا اومدن یه سرویس گذاشتن به نام 2-step verification، یعنی شما وقتی میری ساین این میکنی مثلا تو بانک، بعد برات یه کد میفرستن به این که شما اینو بزنی. حالا ما اولا فکر کردیم خب این سکیوریتی، همش هم میگن for your own security، برای امنیت بیشتر شما، میگیم اوکی. او که میخواد بیاد هک کنه و اینا، اصلا دروازه میاد هک میکنه همه چی. خودت که میخوای بری تو حساب خودت، تو اکانت خودت دسترسی داشته باشی، این مشکل هم. ما به اینا میگیم اینجوریه، زنگ زدیم به این کسی که مال وبسایتمونه، میگیم آقا ما اشتباه کردیم، این 2-step verification گذاشتیم، حالا شماره تلفنمون عوض شده، باید چه کار کنیم؟ میگه از طریق ایمیل باید عوضش کنیم. میگیم ایمیل چجوری؟ میگه حالا برات میفرستم. بعد فرستادیم و کلی سوال و کلی جواب و عکس شناسنامت رو بگیر بفرست، عکس گواهینامت رو بگیر. میگه آخه پدر سوخته، تو وقتی به من چی فروختی مگه از من عکس خواستی؟ در هر صورت همه این کارها رو انجام دادیم، شما که نمیتونی بگی نه، همه این کارها رو انجام دادیم. بعد میبینم هیچ اتفاقی نیفتاد، 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت گذشت هیچ اتفاقی نیفتاد. زنگ زدم، خانم گوشی رو برداشت، خانم بسیار نایسی بود، نه از لحاظ قیافه، تلفنی ما نمیبینیمش که، اینایی که میفهمن حال تو رو. میگن که خانم من 3 ساعت پیش اینو فرستادم. خب من تا کی باید بشینم وقتی من امروز میخواستم رو وبسایت خودم کار کنم، یه چیزی رو عوض کنم، تا کی باید بشینم؟ بعد اصلا از کجا بدونم که این به دست شما رسیده یا نه؟ شما اولا یه آتو ریپلای بذار که به دست ما رسید، یه ننه قمری باید تماس میگیره. بعد میگه اوکی بذار چک کنم فلان اینا. بعد میگه راست میگی، حالا اینم من به اینا میگم این کارو بکنن و فلان بیسار اینا. بعد آخر کار اومده میگه که اوکی گود نیوز، همه چی رسیده و درسته، اکانت تا 72 ساعت این قسمت تلفنیشو ور میدارن. گفتم 72 ساعت این روزا که همه مثل این که جیششون میاد میخوان فوری بدون کارا رو انجام بدن، گار ما میگیم 72 ساعت، ولی زودتر. گفتم خانم اخه زشته برای این شرکت معتبری که شماره یک آمریکاست، این گوددی شماره یک دنیا شاید باشه. گفتم این زشته، شما به من میگه 72 ساعت، اون عدی که من میخوام بذارم، اون آگهی که من میخوام بذارم تا 72 ساعت دیگه اصلا دیگه باطل شده. اینه که بعضی وقتا خیلی هم دنبال سکیوریتی نباشیم که حالا من سکیورش کنم تو step verification داشته باشم و الی آخر. ما این تلفن رو داشتیم همینجوری باش کار میکردیم و چیزای جدیدش یاد میگرفتیم اینا. اینو تو آلمان هم بهش رسیدم، یه آپشنی داره Wi-Fi calling. Wi-Fi که شما میدونی وقتی میری یه جایی، به جایی که حالا از اینترنت تلفنت حساب استفاده کنی که معمولا هی ضعیف و قوی میشه، بعدم حساب میکنن ازت پول میگیرن، فقط اونایی که انلیمیتد دارن، همون انلیمیتد هم اگه شما وارد نباشی میگه مثلا 5 گیگابایت اولش انلیمیتده با کیفیت خوب، 4 تای بعدیش بد میشه، 3 تای بعدیش بد میشه، همینجوری میکشنه دیگه، اصلا آخر ما به مرگ خودت راضی میشی. به همین خاطر شما تا میای تو خونه، تا میری تو اداره، تلفنتو میذاری رو وایفای. آیا کسی از شما میدونه این آپشن وایفای کالینگ برای چی هست؟ باید روشن نگهش داریم یا خاموش نگهش داریم؟ حسنش چیه؟ عیبش چیه؟ اینا اگه کسی میدونه یا پیام یا فیسبوک بنویسه تا من برای دوستان هم توضیح بدم. من رفتم یه نگاهی کردم، ولی این آقایی که توضیح میداد انقدر طولش میداد که آقا برش نوشتم shut up، یعنی خفه شو، فقط بنویس روشن نگهش داریم یا خاموش نگهش داریم. آقای سوربی، علی جوانمردی گفت کرج و قم را اسرائیل بمباران کرده. خب آقا اگه حرفای دیگه‌ای که تا حالا زده درست بوده، اینم درست.
یکی هم گفت این بمبایی که زده هم صدا نداشته هم نامرئی بوده. میدونید الان در دوران نامردی ترامپ همه چیزا اینجا نامرئی شده. هواپیما میفروشن به عربستان سعودی، میگن این هواپیماهای F-35 ما نامرئیه. میگه چرا نامرئیه؟ میگه برای که رادار نمیبینتش. بعد میگه اینها الان اینجا 30 تاشو گذاشتیم پولشو بده. میگه آقا هواپیما نیست. میگه مردک مگه نگفتم به نامرئیه؟ نامرئیه، تو نمیبینی، فقط حلالزاده ها میبینن. اینم از این. بله میگه Wi-Fi calling turn off always. چرا؟ چرا؟ جواب بده آقای خوشنودی، چرا آف؟ اگر شما تو خونت وقتی میای زنگ میزنی با Wi-Fi calling on باشه، فکر کنم حتی تلفنای بین کشورارم مثل IPA بهش میگفتن، OPA یه چیز اینجوری، اینترنت پروتکل یه چیزی اینجوری، voice over یه چیزی اینجوری بود، بله voice over اینترنت پروتکل. تلفنایی که شما میکنی، گوگل مجانیه، اسکایپ مجانیه، فیسبوک مجانیه، اینا همشون دارن از وای فای استفاده میکنن. اگه قرار بود از اون دیتای اینترنتت استفاده کنن که هیچ تلفنی کشش نداشت. و شما به من بگو چرا باید خاموش نگهش داری؟ چون من میدونم چرا باید روشن نگهش داری. روشن که نگه میداری که کیفیت تلفنت خوب میشه. شما برو تو بیسمنت خونت زنگ میزنی تلفن نمیگیره، داداشت زنگ میزنه داری صحبت میکنی قطع میشه، بهش بگو کاکو جون وایسو برو همین وای فای رو روشن کن، چون تو خونت سرویس داری اون وقت از طریق سیم اینترنت تلفن رو بس میکنه. این حسنیه که من داخلش دیدم. حالا بگید ببینیم چیه. خب این از این بذاریم ببینیم اینها چی میگن. اینو اینم من بفرستم بره یه جایی. بله الان هی چپ و راست داره از اونجایی که من صبح تالهی دارم میگم بابا این تلفن جدید منه نامه میاد، نامه ها هم تمام میره تو سطل آشغال. روزگار غریبی است نازنین. این از این. بله بعدن چی کنم که یه دفعه اشتباهی پاک نکنم. و اما کسی از این خانم فرهناز بیدخت خبر داره؟ کسی که یه دفعه عاشق دلباخته این کامران قاطری شد، کامران قاطری رو به خونش را داد، این کامران قاطری معتاد رفت اونجا، بعد گفت آقا این جنده خونه داره، این نمیدونم خانم رئیسه و فلان بیسار. الان کسی ازش خبری داره؟ این چه کار میکنه توی این سرخاک رفتن مرده؟ و خیلی جالبه، از این ور میرن مصر سرخاک مرده، از اون ور میرن هانوفر تولد همون مرده رو جشن میگیرن. بله میگه که turn off data of your phone. آقا اینجوری نیست عزیز من، شما جواب اون چیزی رو که من میگم بده، دیتا رو من خاموش کنم وقت نمیتونم باهاش جی پی اس استفاده کنم. شما برو اونو بخون، اگه نمیدونی یه مقدار مطالعه کن، ببین، امتحان کن، برو یه جایی از خونتون که تلفن کار نمیکنه اونو روشن کن، به خواهرت، به برادرت، به دوستت تماس بگیر، بعد میبینی وای فای. ما کاری به دیتا نداریم، وای فای اصلا یه چیز دیگه است عزیزم. مرسی، ممنون، متشکر. همین که هستید و با هم صحبت میکنیم بسیار خوبه. و اما ماجرای 72 ساعت منتظر، بعد ماجرای تو استپ وریفاین گفتم، وای فای کالین هم گفتم، این قسمت کاغذامون تموم شد، فقط شماره تلفن های آقای مسعود خان اینجاست. میریم ببینیم روی نوشته ها روی فیسبوک براتون، روی لایو پروگرام زنده براتون چی گذاشتم و اونجا با هم صحبتی داشته باشیم. و اما میگه you remember they invited you to، آها این همونه که برای دوستم فرستادم، برای این دکتر، و گفتم که یادت میاد تو رم دعوت کرده بودن که بری ایران. نگاه کن این بنده خدا که رفته چجوری اونجا مجبورش کردن بشینه جلو تلویزیون و بگه که من جاسوسم و الی آخر. اینم از این ماجرا. اینم اونی که گفتم، بلژیک ابراز نگرانی عفو بین المللی از ناپدید شدن قهری احمد رضا، ناپدید شدن قهری احمد رضا جلالی در ایران. حالا ببینیم
چی نوشته؟ نوشته در پی انتقال احمد رضا جلالی زندانی محکوم به اعدام به مکانی نامعلوم در ایران، سازمان عفو بین المللی ناپدید شدن قهری این زندان ایرانی را محکوم کرد. احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر مقیم سوئد است که در دانشگاه‌های مختلف اروپا به ویژه در حوزه تخصصی مدیریت بحران و امدادرسانی تدریس می‌کرد. او در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 1395 در حالی که به دعوت دولت ایران برای شرکت در کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرده بود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. بر اساس حکمی که علیه آقای جلالی صادر شده، این پژوهشگر به دلیل جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است. احمد رضا جلالی پیش از این نیز به مدت 3 ماه در سلول انفرادی حبس شده و پس از آن تن به اعتراف اجباری داده بود. از حدود 1 هفته پیش تا کنون که او را از زندان اوین خارج کردند، نگرانی خانواده او دوچندان شده است. والری میشو سخنگوی عفو بین المللی در گفتگوی با شبکه تلویزیون RTL بلژیک در مورد ناپدید شدن جلالی گفت او را بر اساس اعترافاتی که از خودش گرفتند به مجازات مرگ محکوم کردند. بنابراین دانستن این که امروز ناپدید شده و احتمالاً تحت فشارها و شکنجه‌های تازه قرار گرفته و حتی جانش در خطر باشد ما را بسیار نگران کرده است. و همچنین نسبت به وضعیت نگران کننده سلامتی آقای جلالی هشدار داد و راهپیمایان در برابر سفارت ایران جلالی کجاست، که البته اینا راهپیمایی نمی‌کنن، تظاهر کنندگان نشستن یا وایسادن اونجا تظاهر می‌کنن. این دوستان مجله روزنامه نگار و اینا خیلی دیگه کارشون بد شده، نوشتنشون بد شده. حالا من این همون بالا هم نفهمیدم، بالاخره این اسمش قهری بوده، این نمیدونم یعنی چی که نوشته از ناپدید شدن قهری. بله، اصلا دوستان متوجه نیستن از اول به جای تأسیس اسرائیل حذف عرب فرق حذف قرن فقط بزرگنمایی اسرائیل است. هدف نوشتید ولی این مثل که نوشته حذف. مثلا دلال‌های اسرائیل اسلحه آمریکایی می‌فروشن به حساب سلاح اسرائیلی گفته می‌شه. پس این ناجوانمردی‌ها و حیاهو را انداختن هم از این نوع بزرگنمایی است. خب بذارید اینو که من فکر نمی کنم من چیزی راجع به اسلحه و از این گفتم بریم این ور. و خانم بی دخت رو این دوستمون نوشته یه لیست دیروز گذاشته، یه پستی دیروز گذاشته، نوشته آمدنت را با شوق به پرواز دیدن آمدنت را با شوق به پرواز دیدنت آمدم، اما رفتنت بغض را در گلویم فشردم. آیا اینایی که میخوان خیلی شاطرانه بنویسن، آقا خانم همین با زبان زیبای فارسی مخصوصا با اون لهجه شیرازی بنویس احمق این چیه؟ آمدنت را با شوق به پرواز دیدنت آمدم، اما رفتنت بغض را در گلویم فشردم. وجود و هستی من برادرم. حالا ما نمیدونیم این برادرشه یا این به همه میگه برادر. بله اینم عکسشو بذاریم اینجا. بله برادرش هم ماشاءالله مثل ما 7-8 تا چمدون داره. بماند. خب پس هنوز زنده است و هنوز هم منتظر آمدن این و آمدن اونه. ببینیم چی میشه، کی میشه و الی آخر. مرسی عزیزم، مرسی آقا سعید گل که همیشه با ما بود. راستی سعید تو چند ساله اصلا چجوری با برنامه من آشنا شدی؟ فکر نمی‌کنم تو اهل دیش و ستلایت و اینا باشی، چون یه مقداری هم سنت به اونا نمیخوره هم اینکه های تک هستی. چند ساله با من آشنا هستی و خدا واقعا صبرت بده. خب و اما کشته و مثلا نوشته کشته و 145 زخمی در انفجار انتحاری در غرب کابل این فارس. ببینید وقتی بهتون میگم دوستان فارسی و انگلیسی وقتی مینویسن این وبسایت ها این کار انجام میده. ببینید دیگه من و شما از یورو نیوز و اینها که دستگاه هامون و این چیزا بهتر نیست. ببینید چجوری عدد 14 پریده این آخر، چون ایرانی ها
فارسی حساب را از چپ می نویسن و این 14 کشته و 145 زخمی در انفجار انتحاری در غرب کابل. بیشتر بخونید چشم. این را هم من ببندم و برگردم به صفحه اصلی خودمون. بله خب میگه که رضا پهلوی هم فراخوان گذاشت برای در خزر جلو مجلس ایران کسی نرفته. برنامه روز گذشته من نگاه کنید، گفتم اون خانومی که از عربستان آمد فراخوان گذاشت که بیاین سال 2017 همین ماهای جولای هم بود بیاین رانندگی کنن، میدونست با اونا در تماس بود. این رضا پهلوی احمق نمیدونه که یه سری از خود این بسیجی ها، یه سری از این پاسدارا میان به عنوان دوست رو اینترنت و این دلش خوشه، مثل این میمونه که سوربی اینجا احمق بشه بگه آقا من 9000 نفر روی فیسبوک دارم، آقا این 9000 نفر بیان جلو کاخ سفید. آقا این 9000 نفر یه سریش دشمناتن، یه سری احمقیه که دیشب زنگ زده فوش زن و بچه میده و اینقدر اینا بیناموسن، اینقدر ترسوان. اولا برای دوستان شاه اللهی میفرستم میگم نگاه کنید اینا هستن همشون، به خدا آقای سوربی اینا شاه اللهی نیستن، اینا طرفدار جمهوری اسلامی هستن، اینجوری میگن که شما بد بشی با اینا. میگم آقا خانم دیگه جای بد شدن نداره، اگه اینا نیستن رضا پهلوی بیاد توی برنامه بشینه بگه هر کسی به هر کی دیگه فوش بده این شاه اللهی طرفدار پادشاهی سلطنت طلب اینها نیست. صحبت از سلطنت طلب و اینها شد، حالا ببینیم ایشون چی نوشته. آقای رحیم بوش چیکاره جورج بوشی نوشته که حقش زندانی و اعدام درست نیست، ولی ایشان بعد از گرفتن پناهندگی در سوئد بعد از 6 ماه به سفر میکنن و به نظر شما دوستان منطقی است؟ نه ولی یادتون باشه الان کوباییان برمیگردن مملکتشون. سال 2003-2004 بود اون موقع که رفسنجانی مصدر کار بود، آمد گفت آقا ما اشتباه کردیم، یه سری رو اذیت کردیم فلان، اینها رفتن، استعدادها رفته، پول در آوردن، پولا بیرونن، بیان ایران بگردین فلان بیسار اینا. خب یه عده رفتن، خود بنده رفتم 3 هفته به این نتیجه رسیدم که اصلا اونجا درست شدنی نیست، دیگه نباید برم. ببینید شما اینو نمیتونی بگی، ولی من 2003 1984 تا 2003 تقریبا 30 سال چقدر بوده، 20 چند سال یه هم چیزی، اینو شما نمیتونی بگی چون پناهنده بوده دیگه هیچ وقت نباید بره. ولی داریم افرادی که میان پناهنده میشن، تا پناهنده میشن پاسپورت میگیرن میرن، اتفاقا کار دیگران رو هم خراب میکنن، چون اونا به اینا میگن آقا نگاه کن شما که میگی پناهنده، این ایران اینجوریه، این آقا اومده گفته پناهندم، الان بلند شده رفته، از کجا ما بفهمیم که شما فردا نزمونسی؟ اینو من به شما حق میدم. و بله میگه آقای سوربی مسعود رجوی هم گفت فروش نشریه شده 500,000 وقت انقلابه. خب دیدید که انقلاب کرد، خودش در به در، زن بچهش رو به اون وضع فجی زنش رو کشتن و بچهش رو هم دادن دست اون آقای کی بود جاج که چی اسمش بود، خیلی قیافه بدی هم داشت، اینک سیاه میزد اینجوری اینها. و اما این 14 کشته و اینها رو بخونیم ببینیم تر افغانستان چه میگذره. گفت روز چهارشنبه 16 اسد مرداد 7 اوت انفجار یک خودرو بمبگذاری شده در محوطه بیرونی مرکز پلیس افغانستان در کابل، دست کم 14 کشته. من نمیفهمم اینایی که میگن دست کم یعنی چی. آقا 14 کشته گذاشته دیگه دست کم و زیاد نداره. حالا خدای نکرده اونایی که مریض شدن، مجروح شدن، رفتن، مردن، فردا بنویس 15 نفر. دست کم 14 نفر کشته شدن. دست زیاد چند نفر کشته شدن. مثلا این مزخرفات کی اومده تو این روزنامه ها؟ دیگه روزنامه هم که نیست، الحمدلله همه شده روزینامه. بگذاریم. و 145 تن را زخمی کرد. بیشتر شمار کشته های این انفجار مهیب پیشتر قبلا
شمار کشته های این انفجار مهیب 4 نفر اعلام شده بود با وجود انتشار آمار متفاوت از شمار قربانیان این حادثه. رویترز به نقل از وزارت صحت عامه بهداشت افغانستان تعداد جان باختگان این حمله را 14 نفر اعلام کرد. این کلمه جان باخته هم میگم غلطه. آقا رفته قمارخونه گفته خب مثلا روی شماره 20 جانمو میذارم. جان باخته یعنی چی؟ بنده خدا کشته شده. نمیدونم. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت انفجار زمانی روی داد که یک خودرو در ایست بازرسی بیرون مرکز متوقف شد. من ترکیه که رفتم دیدم هنوز تو شاپینگ سنتر، تو مال شاپینگ سنتر که میخوای بری از این آهنها گذاشتن که مثل یه دریچه شما میری تو میگه بوق برمیگردی میگه کمرت هم درا، میری تو میگه بوق میگه تنبونت هم درا، میری بوق والا نه. خندم گرفت گفتم آخه این چیه؟ بعد دوستمون گفت آقا هیچی نگو بریم. چند روز پیش که این اتفاق اینجا افتاد گفت حالا میفهمی چرا تو ترکیه اینجوری انجام میدادن. گفتم بابا جون اون کسی که میخواد بزنه خب نمیاد از تو این بیاد که، اولا میاد با اسلحه همینم که نشسته اونجا تق 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 میزنتش. شما اینه که بزنی از اون ورش میری تو. اینا درست کاری رو دارن انجام میدن که بن لادن خواست که اینقدر شما وقت بگذرونیم. شما میدونی این وقتی که تلف میشه در فرودگاه، و من دوست داشتم که توی دالاس کار میکرد قسم خورد گوه های سوربی بیا به یکی از این تلویزیون ها تماس بگی بگو که شما بدونید که من نمیخوام RPG ببرم، یه تیکه لوله انقدی از هوم دیپو میخریم به عنوان RPG. RPG میدونی که این چیزایی که بعضیا فکر کنم بهش بازوکام میگفتن، نه میذاری رو دوشت میزنی به هواپیما میزنی به ساختمون فلانه. گوه یه تیکه لوله انقدی به من بدید روش بنویسید RPG، یعنی اگه من اینو بردم داخل یعنی RPG بردم، اون وقت میبرم تو فرودگاه همین دالاس ایرپورت بغل است، همین نشنال ایرپورت که اسمش گذاشتن ریگان. حالا احمقا فکر کنم باید اسم اینم عوض کنن چون ریگان هم اون ماجرای نجات پرستیشو به سیاه‌پوستا گفته میمون و اینها گندش بالا اومد. خب ببینیم چی میگه. لاجوردی اسدالله لاجوردی اگر اشتباه نکنم که بچه رو بغل کرده بود و واقعا این پدر باید از ننگ از شرمساری بمیره که زنشو بچهشو انداخت دست اونا ولی جون کثیف خودشو برداشت و فرار کرد. خب این از این. البته آقای فیلابی به صراحت به من گفت سوربی جون خب دیگه این آقا رفته عقب که خانمش مطرح بشه. گفتم یعنی چی؟ اگه شب دوز بیاد خونه شما به خانمت میگی عزیزم چون من خیلی به تو اطمینان دارم میخوام تو نفر اول باشی تو بری جلو؟ این حرفا چیه آخه بابا؟ هرچی اونا بهتون میگن مثل توتی تکرار نکنین. البته توتی اینقدی مغز داره به همین خاطر چیزا یادش میمونه. بله وجود افغانستان باعث شده که ما در عقب ماندگی آخر نباشیم و یکی مونده به آخر باشیم. همینجا سر کن. موقعی بود که جورج بوش سر کار بود و اینها، این حالا سعید میگه این سوربی آسینش هم زد بالا دیگه، حالا چه خواهد شد؟ یادتون اون وقتا وقتی میخواستیم دعوا کنیم اول اگه پیرنمون نو بود وای میسادیم پیرنمون رو در میابردیم و چه خوب بود اون طرف مقابل هم به همون وقت میداد میدونست که ما مثل خودش یه پیرن بیشتر نداریم، پیرنمون رو در میبردیم پیرنمون پاره نشه و الاخ. دوره بوش یه پولی آمد، همون پولی که خانم کاندالیزا رئیس و 70 میلیون پول گذاشتن برای وایس آف امریکا و دادن به این خانمای اینکی اینجا مشعشع نوری شد چی هرچی گفت زرما. یه دوستی ما داریم اینا افغانی هستن و باباشون تو کار رادیو تلویزیون بوده سالهای سال، حالا هم باباشون هم خودش به سراش اینا اینجاست. به من آمد گفت که آقا سوربی جان، آقا جان. گفتیم بفرمایید. گفت که ما یه پیشنهاد کار برای شما داریم. گفتیم بفرمایید. گفت شما تو کار تلویزیون واردی و اینها، میای بری تلویزیون افغانستان اونجا سالی 250,000 دلار هم بهت حقوق میدن. یه نگاش کردم گفتم اولا من تو کارهای فنی تلویزیون وارد نیستم، من فقط مجریم برنامه گذارم. اون موقع اینجوری بود دیگه، خیلی تو این چیزا نرفته بودی. بعد و برم افغانستان، افغانستانی که هر روز نشون میده تو خیابون ارتش حتی تو اون منطقه‌هایی که خودشون رفتن امنش کردن میگن گرین زون،
منطقه سبز فلان اینا چپ و راست ماشین‌هاشون منفجر میشه، گوشتشون تیکه تیکه رو این ماشین رو اون ماشین میفته، من بلند شم اینجا زن بچه‌مو ول کنم برای 250,000 دلار برم اونجا؟ گفت آقا جان در کابله، کابل امنه. گفتم آقا هر چی خبر میاد از کابله. خلاصه این ماجرا بود. گفتیم نه آقا ما نخواستیم. به قول این دوستمون آقای خوشنودی میگه که وجود یاد شاه افتادم. میدونی شاه هم آدمای احمق و نادون و چاپلوس رو دور خودش جمع میکرد که نفر آخر نباشه و یکی مونده به آخر باشه. یه مقاله رو اکبر گنجی نوشته تو گویا، یه آقایی هم به نام فهمیم که این یکی به این مردک بگه تو یه مدت هم رفتی چسبیدی دنبال که اون نوری زاده، بعد که دیگه کردنت بیرون اومدی، حالا دیگه تو که گفتی فهمیم شناسایی شد دیگه، چرا دوباره می‌نویسی فهمیم یا مفیم یا چی مفیم؟ بعدم این اومده جوابش داده و اکبر گنجی درباره زنبارگی شاه نوشته. اینو برای دوستمون خانم نیر فرستادم. خانم نیر گفت حالا اون که مرده و فلان اینها، ولی ملت ما از سیری انقلاب کردن. میگم بابا از سیری انقلاب نکردن، خود شاه شما گفت که صدای انقلاب رو شنیدین، خود شاه شما قول داد به مردم که دیگه این خطاکاری اشتباه نمیشه. و از طرفی ما براتون مقاله میفرستیم از فردوس، میگین فردوس خائن، علم میگی علم خائن، آقای گنجی میگی گنجی خائن، آقای فلان میگی این. خب این شاه که در انتخاب دوستانش هم ندونست و نتونست 4 نفر جمع کنه، در انتخاب همسر هم که چنان رید که هنو گندش میاد. آخه این شما چجوری به این میخواین مملکت رو بدین یا دادین با 35 میلیون؟ حالا بازم اون این عقب افتاده. چرا بازم اون؟ اون برای قرن 20 کسی نمیفهمید چقدر نادانه. واقعا باز این امید دانا میگه آقا اون موقعی که ما دنبال این رضا پهلوی بودیم، این سوشال مدیا و اینها به این صورت نبود. دختر رضا پهلوی نمیمد فیلم بگیره از تو خونهش با شورت و نمیدونم تیشرت اینجوری هم واسطه مثل پهلوان پنبه. اینا که همش وسط زنا هست اونجا، ادعای خیلی ورزشکاری پهلوان پنبه میکنه، اینجوری وایساده داره فوتبال آمریکایی نگاه میکنه. البته حرف امید دانا رو من قبول ندارم. میگه چرا رضا پهلوی فوتبال آمریکایی رو؟ آقا این فوتبال مدبال اینا بسیگی داره کجا بودی، چجوری تو مغزت فرو کردن؟ اونو دیگه شما ایراد نگیر قربونت برم، شما برو 4 تا ایراد درست میگی، خودت بعد اعلام میکنی که ما هم بازیای نمیدونم منچستر فلان و انگلستان و کشورهای دیگر رو نگاه میکردیم. حالا اون فوتباله با این فوتباله چه فرقی داره؟ اینا مثل گاف سرشونو میزنن به هم، همشون هم روانی. از اون پسر جوونه برید که خودشو کشت، دوستاشو کشت، تا دیگران تو ایران. حالا فوتبالم که دیگه اونم گندش بالا اومده، میخرن و میفروشن و ببخشیدا میگن طرف تن فروشی میکنه. آقا اون فوتبالیستی که میره خودش رو میفروشه به یه تیم، اونم داره تن فروشی میکنه، تنشو ساخته، بدنشو قوی کرده با تکنیک، تنشو تکنیکشو میفروشه. غیر از اینه جواب بده. بله، خان بابا تهرانی که عمرش چپی و توده‌ای و مخالف رژیم شاه بود، گفت آدم گرسنه و فقیر انقلاب نمیکنه. ببین خود آقای خان بابا تهرانی، من فکر کنم یه بار باهاش مصاحبه کردم یا روی ایمیل و اینا باهاش کلکل کردم. اولا این دیگه الان 80 خورده سالشه فکر کنم. بعد اینا کسایی بودن که اون موقع نمیفهمیدن. اینو درست میگه. یه عده‌ای مثل اینا، یه عده‌ای مثل این سعید سالینیا، یه مش دکتر مکتر هم بودن. آقا خود چگوارا، شما زندگی چگوارا رو بخون، این از یه خانواده ثروتمند بود. خود فیدل کاسترو از یه خانواده ثروتمند بود، ولی به این دلیل که ثروتمند بودن آمدند و درد مردم فقیر فهمیدن یه کاری کردن، شما نمیتونی بگی فقرا کاری نکردن. این اشتباه خان بابا تهرانی اینه. و دیگه با اینا هم سرکله زدن فایده نداره. اصلا تو رو بگو که با این سن و سالت میشینی پای صحبت خان بابا تهرانی. آقا سوربی هم برای تو پیره، برو دنبال یه کسی همسن و سال خودت باشه، برو دنبال یه کسی جوانتر از خودت باشه، تکنیک جدیدتری داشته باشه الی آخر. بله، some years ago when I applied for Iranian passport they said it's no problem even if you are American citizen you are Iranian anyway it's good lost it when I was in it's good
last I it when نمیدونم. ولی من ترکیه که رفتم یه پاسپورت ایرانی باطل شدم همراهم گذاشتم رو میز، اون خانمه گفت او ایرانی پول نمیخواد بدی. بعد گفتیم خب، اومدیم اون بر آقای باز کرد گفت این باطله، $30 بده. $30 تمبر استمپ، حالا ما به استمپ هم میگیم، $30 زد. یعنی بعض جاها ایرانی بودن یه $30 به نفعت میشه. حالا چقدر تو دنیا ضرر کردیم ولی به اون $30 که میرسیم خوشحال میشیم بمانه. تصمیم هند درباره کشمیر که گفته پاکستان موضوع را به مجامع بین المللی میکشاند. اگه اشتباه نکنم پاکستان سفیر هند را هم اخراج کرد و این ماجرای پاکستان و چرکستان و هندوستان و کشمیر و اینا، اون وقتا مادر بزرگا وقتی میخواستن نفرینمون کنن اذیت میکردیم، فوتبال بازی میکردیم اینا، اون عمه پیر اونم همینجور میگفت الهی یک باد سیاه بیاد همه تونو ببره. من نمیدونستم منظورشون از این باد سیاه چیه، ولی اینجا میبینم بعضی وقتا این تندرستورم و طوفان و اینا که میاد واقعا همون شعری بود، گفت برآمد نیلگون ابری ز روی نیلگون دریا، یه دفعه زمین و زمان تاریک و سیاه میشه و اون باد سیاه هم لابد اونه. از باد سیاه چه میدونید؟ از اول برنامه تا حالا من چند تا سوال کردم دوستان، هیچ کی یادش هست؟ قولتون میدم فردا آقای پتیک برای من مینویسه، مینویسه سوال یکت این بود، جواب من یا نظر من این، دو این بود، جواب من این، سه این بود، جواب من این، الی آخر. صحبت از پتیک شد. دیروز مثل همیشه نامش آمد و با لطف همیشگی، و من وقتی نامه رو باز کردم گفتم که خیلی ممنون، حمایتت رسید، برای خرید یه دوربین جدید ازش استفاده میکنم. کاغذی که گذاشتی تو این که کلی وقت بود از این کاغذهای خطی من ندیده بودم، کاغذ خطی رو برای شروع برنامه استفاده میکنم، و اما این پاکتش رو هم برای یه موضوعی که شما تمر پستی رو روی این سر و ته زدی، اینو من صحبت میکنم. دوستان به نظر شما سر و ته زدن یا upside down زدن استمپ روی نامه جرم قانونی هست یا نیست؟ شما میدونید مثلا شما اگر بیرون خونتون پرچم آمریکا رو برعکس بزنید، ستاره ها پایین باشه اون خطا بالا باشه، اینا اون فلگ اتیک یعنی اخلاق و مرام و قانون درباره پرچم، اینا رو به شما میگه که یعنی این معنیش چیه، اون معنیش چیه اینها. و من وقتی که یکم روی گوگل تحقیق کردم برای تمبر پستی به این نتیجه رسیدم توی انگلستان یه مدت اینجوری بوده، الان نمیدونم هست یا نیست، شاید هم باشه هنوز، اگر شما تمری که عکس کوین روشه اینو اپساید داون بزنید یعنی پاش هوا سرش زمین، قانونن ممکنه بیان دنبالتون، حالا ممکنه بیان بهتون یه اخطار بدن الی آخر. یادمه چند مدت پیش اینجا یه کسی میگه که یه کسی پرچم آمریکا رو، اون استمپ عکس پرچم بود، زده بود به اصطلاح سر و ته، براش از پست یه وارنینگ اومده بود، یه کارت پستالی اومده بود و بهش گفته بودن که ممکنه اشتباهاً این کار کردی، یه چیزی اینجوری، یعنی جرمی نبود بهش گفته بودن. خب آقای خوشنودی میگه، میگفتن آقای سوربی رفته ایران، اولا ایران کشور منه، اگه میخواستم برم با افتخارم میگفتم دارم میرم، ولی نرفتم، خیلی هم دلم میخواست برم، گفتم آقا برم اونجا یه دفعه یه ننه قمری منو بگیره بگه فلان روز گفتی اینجا، من که همیشه گفتم اینجا ما شدیم چوب دو سردار، این و مجاهدین احمق و شاللهی های نادان میگن ما مأمور جمهوری اسلامی هستیم، اونور شما اینو به فارسی بنویس، بنویس تلویزیون مردم ضد انقلاب، برو بنویس آقای خوشنودی با فارسی بنویس تلویزیون مردم ضد انقلاب، ببین چند بار درباره من نوشتن. بعدم مگه من اگه بخوام برم ایران باید از کسی اجازه بگیرم؟ عجب ملتی داریم. آقا بنده بلند شدم از اینجا رفتم مونیخ، از مونیخ رفتم استانبول، از استانبول رفتم آلانیا، از آلانیا رفتم آنتالیا، از آنتالیا رفتم ازمیر، از ازمیر برگشتم استانبول، از استانبول رفتم فرانکفورت، از فرانکفورت اومدم اینجا.
به هیچ احدی هم بدهکار نیستم. خیلی هم ممنونم از اونایی که 50 دلار 100 دلار کمک کردن تا ما بیشتر آبجو بخوریم. تازه ایران برم بریم. مگه ما به دلیل اینکه اومدیم تو تلویزیون نشستیم حق نداریم؟ شماها همتون، حالا آقای خوشنودی رو نمیگم، همتون سالی یه بار میرین ایران و میایین، هرچی جندبازیه هرچی تریاک اونجا میرید میکشید میان. واه به دیگران رفته ایران، رفته ایران که رفته ایران. یه آقای بود به نام ناصر رنجبر، این از این تلویزیونای شاه اللهی بود، یه دفعه یه غلطی راجع به من کرد، چنان آوردم تو برنامه تکوندم و ریختمش پایین. خانمش از دخترش از تگزاس به من زنگ زد گفت آقای سوربی این پدر من پیره فلان بیسار اینها اینجوریه فلان اینا، از شما من خواهش میکنم، نمیدونم من برنامه شما رو میبینم، برنامه شما همش حقیقته فلان اینا، این بابای ما رو اذیتش نکن. گفتیم چش. همین مردک بلند شد رفت ایران و همین مردک رفت تو تلویزیونای ایران کار کردن، نمیدونه الان مرده یا نه چون سنش زیاد. آقای ناصر رنجبر، تازه من سالی که رفتم اون دوستم گفت تو اگه بخوای میتونی بیای حقوق بازنشستگی تو بگیری. گفتم من اصلا نمیخوام پامو تو اداره اینا بذارم. رفتم که رفتم، یادم سالها پیش این علی از کانادا زنگ زد گفت آقا شما رفتی ایران؟ گفتم بله سال 2005 رفتم ایران، دیگه هم نمیرم. خود مجاهدین، این خانم فیلابی، نمیدونم هنوزم بلیت میفروشن برای هواپیما اینا، ایجنت داره، نصف پروازاشون مجاهدینه، مجاهدینی که تظاهرات میکنن این بر اون ور با سیبیل با بی سیبیل، یه وقت سیبیل میذارن میرن ایران، اینجا سیبیلشون میتراشن میان تظاهرات، اینجا سیبیل میذارن میان تظاهرات سیبیلشون میتراشن، اینجوریه. خود مجاهدین میگی نه آقای فیلابی بیا جلو ببینیم اینایی که زنگ میزنن از همسر شما بلیط هواپیما میخرن اکثرشون کیان؟ اکثرشون مجاهدینه. و ما که نه سیاسی هستیم نه فعالیتی داریم، خودمون داریم میگیم. بعدم حالا کی به شما گفته؟ بهش بگو خوب کرد، خاک بر سر، کاش که تو هم میرفتی. اصلا نمیدونم، من که میدونم جفنگ گفتن، میگم یعنی شایعه کردن، بکنن تا جون از کونشون داره. آره تا زمانی که ریشه ژنتیکی ایرانی را نشناختی باید اجازه بگیری. باریکلا این آقای کاووسی، بهتون میگم بعضی وقتا حرفایی که میزنه درسته، حقیقتش بهتون میگم بیشتر وقتا حرفاش درسته، چون تو چارچوب تملق و خای مالی و چاپلوسی این حرف درست رو قرار نمیده، به مزاق ما بد میاد. و الا آقا کون اول تا آخرتون، من همین فردا میرم ایران، آقا 5000 دلار بفرست من فردا میرم ایران، تازه گیرم که منو بگیرم بعدن چی میشه؟ میام اینجا میرم تو وایس آف امریکا میگم آقا منو گرفتن ننه غریبم به منم یه برنامه بدی، چوب کردن تو کونم، نمیدونم آسیم کنم کرد. طرف آقای فخرآور از زندان تماس میگیره، همین الانی که این برای این آقا دارن تظاهرات میکنن، خب خانم آقا این آقا رو گرفتن بردن به عنوان جاسوس، قشنگ به همه گفتن تو زندان اوینه، تا چند هفته چی بوده سلولی بوده بعد فلان بوده. آقا اینجوری نیست، نکنید. همینه که این نفوذی ها میان اینجا. آقای باطبی برید فیلمشو نگاه کنید، نشسته رو قاطر از مرز کردستان با دوربین داره میاد فیلم برداری هم میکنه، انگار که یه گروهی بود اون وقتا رفته در فیلم دالاهو فکرم تو کرمانشاه بود اون منطقه با ظهوری و اینها. ای وای شد 3 دقیقه من زنگ نزدم به این دوستون آقا مسعود، ببخشید بریم زنگ بزنیم آقا مسعود کجایی؟ این بنده خدا هم اونم زنگ نزد به من، واسه بینم نه اونم زنگ نزد، گفت آقا ما تلفن نداریم شما چرا یه زنگ نمیزنید؟ شمارش گرفتم اینجا، همین کاغذ پتیکی که گفتم کاغذ به استفاده کن. یاد اون افتادم که یه نفر رفت تبریز، میدونی تو تبریز کلمی نبود از بس این تبریزی ها ماشاءالله حسابگر و اینا هستن، گفت که آقا من با اولاغم من اولاغم و مرغ ستامون گرسنه هستیم، 2000 بیشتر نداریم. گفت بابا جون برو یه دونه خربازه بخر پوستشو بده به اولاغت، من وسطشو خودت بخور تخمه هاشم بده به این، ستاتون سیر میشید. حالا این نامه ای که از پتیک آمد ماجرای همون خر و خربوزه و مرغ. و اما تلفن ایشون، حالا کدومش تلفنشون درسته، من زنگ بزنم ببینم که این
یک لحظه، not now، اینجا یه شماره 604 دارن. حالا 604 زنگ میزنیم هرچه باد آباد. آها اینجا هم نوشت چی شد؟ تلفن. شد زنگ میزنیم صدا نمیده، گفت تلفن میزنم جواب نمیدی. گوگل وایس فلان. بله الان من الان زنگ زدم با این تلفن. از اون پروگرام زنگ زد، این پروگرام میگه میکروفونت کار نمیکنه، این میکروفون اینوری هم بذار برای تلفن. گفتیم چشم، بذارید ببینیم که این تلفن رو جواب میدن یا مجید میگه که خب شاولایا و مجاهدا این شایعه رو پخش میکنن که بگن مزدور رفته پول بگیره. اگه اینا اینقدر خرن که هنوز فکر کنن کسی برای گرفتن آقا مسعود سلام، سوربی هستم، امیدوارم حالت خوب باشه عزیزم. قرار داشتیم ساعت سه بعد از ظهر، الان 3:06 بعد از ظهر به وقت واشنگتن نیویورک و شما در این شماره 604 نیستید. من قطع میکنم، با اون شماره باهاتون تماس میگیرم. خب شماره کال دوباره الان بیایم اینجا. ما هنوز نمیدونیم چجوری با این تلفن کار کنیم. این یکی 7782 چه شماره قشنگی هم داره. اینم از این. خب ببینیم چرا call enter a new number 778. این از این از که درست شدی یکی. ببینیم چون زنگ زده اینجا مسکه. Please leave your name and message. I'll get back to you as soon as possible. Thank you. After leaving a message, you can hang up or press pound for more options. آقا مسعود سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم. با هم قرار داشتیم امروز صحبت کنیم. اون شماره هم زنگ زدم، پیغام گذاشتم. اینجا هم پیغام میذارم تا ببینم چه خواهد شد. با امید دیدار شما، حالا یا اینجا یا اونجا. خب اینم از این دوستان، ببینیم چه می شود. و اما یه پیغام ایشون اینجا گذاشته نیست که این همین ها نتیجه چیزی یاد داشتن. و یه تلفن داریم، یه لندلاین داریم، یه اسکایپ داریم، یه اون داریم، یه اون داریم، نمیدونیم کجا میتونیم با دوستامون به اصطلاح صحبت کنیم. 37 ثانیه. هلو، I've been getting calls from this number. I don't know, somehow I think it's from Mardom TV. آقای سوربی، حالا ببین این آقای پرویز بابایانه. آقای بابایان، بنده با فارسی برای شما مسیج گذاشتم، ببخشیدا. چرا خودت به خنگ بازی میزنی؟ حالا برای ما انگلیسی حرف میزنی. I'm getting call from someone. I think this is Mardom TV. بنده این 604 که فکر میکردم آقا مسعوده، آقای بابایان. برو آقا پیامات چک کن، احتمالا امروز هم با یه اسم دیگه روی چیز هستی، روی تلویزیون مردم داری تماشا میکنی. و الی آخر اینم هنوز قطع نشده، اون وقت حال داریم پیغام میذاریم برای آقای مسعود. و آقا مسعود اگر آمدی رسیدی زنگ بزن با هم صحبت کنیم، اگه نه من 21 دقیقه دیگه این بازی فوتبال سر 90 دقیقه از حضورتون مرخص میشم. خیلی بده وقتی ما قرار میذاریم یه مهمونی داشته باشیم یه کمی تنبل میشیم، مقاله و اینا رو کمتر جمع میکنیم. داریم ولی خلاصه کلن اینجوریه.
مثل که شما یه نفر قرار باشه بیاد به جای شما کار کنه، یا یه مسیر رو میخوای بری یه نفر قرار باشه بیاد برای شما رانندگی کنه. حالا تازه وقتی هم اون رانندگی میکنه شما نمیخوابی، نمیتونی استراحت کنی، ولی کلن این مغز بشره. در صورت روز دوشنبه قرار بود با آقای شهرام ایران بومی باشیم، نشد. امروز با این دوستمون آقای مسعود خان به اصطلاح نشد. بذارید من این در رو هم ببندم و بیام خدمت شما دوستان. این عکس کریه المنظر ترامپ رو به شما نشون بدم، با این ریافش که مثل دلبکا دور چشمش رو قرمز کردن، دور لبش رو ماتیک مالیدن. و کسی خبر داره رفته الپاسو، رفته اون دیتون. کسی که اسم اینا رو هم اشتباه میگو، الپاسو رو درست میگفت ولی دیتون رو یه شهر دیگه گفت و اونا هم بهش گفتن نیا. و با اومدن اینجا به اصطلاح بدتر این خانواده ها رو آزار میدی. خب توی این 20 دقیقه که ما با شما خواهیم بود، بذارید بریم یه چند تا ایمیل و اینا براتون بخونیم ببینیم چی میشه. میگه که اوباما throws down challenges to Trump. اوباما آمد و گفت که بابا اینجوری نمیشه، شما اگه میخوای به اصطلاح نفر اول دنیا باشی باید یه کمی هم آدمیت یاد بگیری. تو نمیتونی مثل جاهلای خیابون نیویورک، مثل سارقا، مثل مافیا حرف بزنی و فلان اینها، ولی اسم نیاورد. و خیلی جالبه تمام اونها گفتن که حالا دیگه تو به ترامپ اینو میگی، یعنی من به این بگم که آقا چرا دزدی میکنی؟ خوشنودی از اون و بگه آقا من دزدی نمیکنم. خب همین فهمن، یعنی این بوده دیگه. میگن ببخشید حالا مثال میزنم چون میدونم خوشنودی میفهمه ناراحت نمیشه، میگن چوب رو که برمیداری سگ دوز فرار میکنه. اینم همینه، اوباما چوب رو برداشته، فاکس نیوز سگ دوز ترامپ رو فراری داد. داستان مرد سیاپوس در هواپیمای ایر فرانس، این یه داستان جالبیه بخونم و میگن حقیقت داره، چقدر من نمیدونم. میگه که داستان مرد سیاپوس در هواپیمای ایر فرانس، یه خانم سفیدپوست 52 ساله توی یکی از پروازهای شلوغ هواپیمایی ایر فرانس به محض رسیدن به صندلیش از نشستن بر روی آن خودداری کرد و دلیلش این بود که جای این خانم کنار یک آقای سیاه‌پوست بود. این خانم از نشستن در آنجا حالش خراب می‌شد. که اینا من نمی‌دونم اینا رو چه اینجوری می‌نویسن. نمیخواست اونجا بشینه، چی حالش خراب میشه. خانم فوراً خدمه پرواز را صدا میزنه و درخواست یک جای جدید میکنه. خانم گفت من اصلا حاضر به نشستن کنار این مرد سیاه‌پوست نیستم. مهماندار هواپیما گفت اجازه بدید که من برای یک جای دیگر نگاهی به لیست مسافران بکنم. بعد مدت کوتاهی مهماندار برگشت و بعد از مدت کوتاهی مهماندار برگشت و گفت که در قسمت درج دوی هواپیما هیچ جای خالی دیگری نیست، ولی به هر حال با خلبان صحبت میکنم و ببینم چه میشود کرد. بعد از دقایقی مهماندار برگشت و گفت جناب خلبان گفتند که یک جای خالی در قسمت درجه یک میباشد. من فقط دوست دارم ببینم که اونایی که تو ایر فرانس هستن جناب خلبان رو چجوری میگن. آقا خانم ساده بنویسید، ساده حرف بزنید. جناب خلبان گفتن، اوکی، جناب خلبان گفتن که یک جای خالی در قسمت درجه یک میباشد، ولی در قوانین شرکت‌های هواپیمایی به هیچ وجه امکان انتقال یک مسافر از قسمت درجه دو به قسمت درجه یک نیست. ولی از طرفی هم نشاندن یک مسافر محترم در کنار یک شخص ناخوشایند یک جنجال و اقدام غیر انسانی است و همین دلیل جناب خلبان با انتقال از قسمت درجه دو به درجه یک موافقت کردند. شما ببینید اصلا همچین چیزی رو کسی میگه؟ همچین جمله هایی رو امکان داره توی مکالمه؟ اونم مهموندار هواپیمای ایر فرانس، حالا چند سال پیش ما کنه. به گفته مسافران عشق در چشمان مرد سیاه‌پوست جاری شده بود. قبل از اینکه خانم مسافر بتواند جوابی بدهد، مهماندار هواپیما رو به مرد سیاه‌پوست نمود و با لحن محترمانه‌ای گفت آقای محترم لطف کنید وسایل شخصی خودتون رو جمع کنید تا من شما را به قسمت پررفاه درجه یک هدایت کنم. همانطور که جناب خلبان گفتن اصلا کار انسانی درست نیست که شما در کنار یک شخص ناخوشایند و نامحترم بنشینید. بعد از بیان این جملات تمام مسافران که شاهد این ماجرا بودند این عمل رو با دست زدن‌های طولانی تایید و تشویق کردند. آن خلبان که نامش دنیس
گورالیدو بود به دلیل این حرکت زیبا و انسان دوستانه به سمت رئیس شرکت هواپیمایی ایر فرانس انتقاب شد. هنوز هم لوح‌های تقدیر و سپاس از او در دیواره‌های دفتر کارش خودنمایی می‌کند. انسان هم آرزوست. همه می‌توانند درس بخوانند اما همه فهمیده نمی‌شوند. با سوادی یک مهارت اما فهمیدگی یک فضیلت. و همه با هم بگیم نه به نجات پرستی. یه عکسی هم اینجا گذاشته، من این عکس هم بهتون نشون میدم، حالا حقیقت داره نمیدونم، چون این روزا خیلی چیزا مینویسن از قول این و اون. اون یکی یه چیزی از قول بابا بزرگش مینویسه، زیرش مینویسه گاندی، اون یکی یه چیز مینویسه نمیدونم سقراط. اون آقای چیز چند روز پیش گفته بود که دوستی یه چیزی راجع به سقراط، ارسطو، ارسطو نوشته بود، آقای زرابی براش نوشتم آقای زرابی این چیزی که نوشتی به ارسطو بگو آقا هر وقت گنجی پیدا کردیم دوستامونم با همون دشمن شدن و حتی فکر کشتن ما رو پیدا کردن اینا، این چیه؟ بعد گفت باشه، هم به ارسطو سلام میرسونم هم به پرستو. میدونید ماجرای پرستو اینایی که تو ایران الان رسم شده، دخترای جوان و زیبا یا زنای جوان و زیبا رو میفرستن که برن دنبال مقامات دولتی و پولدار و اونا رو گیر مندازن، حالا یا با فیلم یا با به اصطلاح چی میگن وقتی که یک مدرکی ازشون میگیرن بعد بهشون میگن باید اینقدر پول بدی و الا باجگیری، یه چیز اینجوری اکستورشن. خلاصه جدیدنم یه فیلم و ویدیوی از یه آقای مال یاسوج اینها بیرون اومده، اینم تو اخبار گذاشتم بهتون نشون میدم. میگه بازار سهام در نیویورک است که نبض اقتصاد دنیاست. از دیروز تا همین لحظه سهام به طرف سقوط منفی پیش میره. تنها دلیلش هم اضافه کردن تعرفه به روی کالاهای چینی بوده و مخصوصا از دیروز شدت یافت که چنین اعلام کرد غلات و محصولات کشاورزی دیگه از آمریکا نمیخره. همچنین واحد پول چینی را در مقابل دلار ارزان‌تر کرد. بله همون موقع ترامپ گفت که این چینی‌ها به ما کلک زدن. این ترامپ فکر میکنه خیلی میدونه، نمیدونه که آقا اونها سالها تو این کار بودن، تو این معاملات بودن و تو احمق اگه بلد بودی که به همه بانکای دنیا بدهکار نمیشی، تو احمق اگه بلد بودی که احتیاج نبود 6 بار بازنشست بشی، تو احمق اگه بلد بودی که دامادت اینقدر بدهکاری بالا نمیبرد. کی بلده آقای بیل گیت؟ کی بلده این ویزو بازار چی مال آمازون؟ اینا بلدن. ولی این آمد گولی عده بی سواد بدبخت بی پولی زد. طرف میگه آقا وضع اقتصاد خوبه. میگم وضع اقتصاد شما خوبه؟ چطور شده؟ سهام رفته بالا؟ میگم من اصلا سهام ندارم. میگم خب چی رفته بالا؟ بذارید ببینیم. این دوباره قطع شد. ما تا حرف زدیم فیسبوک این ماله ما شدیم مثل دوستانی هست که میگن آقا یه چیزی گفتیم حمله کردم دونم فلان. وایسیم تا دوستانم بیان. اوکی این از این بله watch party just now. اوکی 13 دقیقه دیگه دووم میآوردی طاقت بیار رفیق. این شعر است مال سیاوش قمیشی. طاقت بیار فیسبوک. بله اینم از این. بله 3% پریروز آمد پایین که دیگه این شارلاتان خفه شد. یادتونه هر روزی که 10 تا میرفت بالا میگم ولی حالا 700 تا 300 تا 160 تا میاد پایین صداش در نمیاد. بله غلات مونده رو دست کشاورزا. کدوم کشاورزا؟ کشاورزا بیشتر وسط آمریکا هستن، همینایی که ازش حمایت کردن. خیلی هاشون خودکشی کردن. برید بزنید تو گوگل ببینید کشاورزایی که طرفدار ترامپ بودن و خودکشی کردن. حالا اینا برای سال 2020 تنها حربه‌ای که به نظرش رسیده کارسازه اینه که هی بیاد fear mongering، میدونی مثلا میگن war mongering یعنی اینایی که تبل جنگ میزنن، fear mongering اینایی که تبل وحشت رو میزنن هی تبلیغ میکنن. این جنایتکارا اومدن مملکتتونو گرفتن، هجوم آوردن، حمله کردن، invasion، اصلا invasion یعنی تصرف کردن اینجا رو. احمق. این 400 سال پیش 300 سال پیش هم اینجا بوده، تا چند سال پیش هم که ماجرای تگزاس و مکزیک بوده. این خطی که شما کشیدید این ورش این بوده. یه خانم هنرپیشه‌ای هست میگه من از مرز نیومدم این ور، مرز اومده این ور خونه من. یه خانم هنرپیشه خیلی معروفی هم هست، خیلی هم موفقه. برید ببینید این اصلش مکزیکیه. میگه ما اصلا ما اینجا بودیم،
شما اومدید مرز رو گذاشتید پشت سر ما، گفتید شما آمریکایی هست. اوکی، حالا ما آمریکایی هست. حالا که آمریکایی هستیم میگی ما به زور اومدیم اینجا، تو و خانواده کثیفت، یکی از اینا رو نشون بدید که یه روز رفته باشه خون بده. موقعی که الان مملکت اینجا میدونید دچار کم خونیه، هم مسافرت‌های تابستون، هم این مسائل به اصطلاح کشتار دست جمعی که انجام میدن و فلان اینها، خب اونایی که میمیرن بدبختا حالا دیگه تموم شده، اونایی که مجروحن تو بیمارستان باید هی به اینا خون تزریق کنن تا بتونن روشون جراحی کنن فلان اینها. مردم صف میکشن تو نوبت وای میسن ساعتها تا برن خون بدن. این کثافت که فکر کنم اگه خونم بده هیچ که حاضر نیست خونه اینو قبول کنه. بچهای لغویشو واقعا جانورای زشت، اونا هم چیزی نمی کنن. دوستان اینجا طوفان الان چنان بارون گرفته که اگر من چراغ روشن نکرده بودم و با نور بیرون دلخوش بودم، الان اینجا تاریک تاریک شد، شد مثل شب، با وجود که ساعت 3:20 است. خب آقای نیساری خیلی خوشحالم که آمدی، چون من میخواستم شما باشی که عکستون رو نشون بدم و یک کمی شما رو قلقلک بدم. البته حالا میخواین به عنوان انتقاد قبول کنید، میخواین به عنوان اینکه من اون چیزی که به نظرم رسیده به شما هم بگم، بعد شما هم نظرتون رو بنویسید اینجا یا بگین که این چیزی که من میگم چه تفاوتی بین شما با آقای رضا پهلویه. همون جوری که میدونیم رضا پهلوی هم بهش میگن تو شاهی، میگه من نمیدونم. میگن تو طرفدار جمهوری هستی، میگه من نمیدونم. اینجا من امروز دیدم اینو که نوشتن، که اتفاقا دیدم آقای خوشنودی هم سوال میکنه آقا چجوری میخواین پس بگیرید، با قرارداد که نیست که. شما نوشتید که جان میدهیم اما خاک نمیدهیم، دریای کاسپیان دریای خزر را پس میگیرید. اولا دریا آب خاک نیست، این یک. دوما فرزاد نیساری از ایل قشقایی، سرباز میهنم ایران، کاندید پادشاهی و ریاست جمهوری برای ایجاد آسایش و رفاه برای همه فرزندان ایران. جنبش ایران بانان، همبستگی اقوام و اقشار ایران برای حفظ وحدت و تمامیت ارضی ایران. ایرانی غیرتمند، اعتراض خود به دست درازی بیگانه به سهم ایران از دریای کاسپیان را رسما ثبت کن. باید چی کار کنن؟ کجا ثبت کنن؟ کجا ثبت نام کنن؟ کجا تعدادشون رو بنویسن؟ با اسم حقیقی بیان، با اسم قلابی بیان، این یک. دوما شما نوشتید که شما کاندید پادشاهی هستید و کاندید ریاست جمهوری. شما بگید در چه زمانی پادشاهان ایران خودشون رو نامزد میکردن و این مردم بیچاره رأی میدادن که فلانی بشه شاه، اون یکی بشه شاهنشاه. و شما چرا تا امروز تصمیم نگرفتید که برای ایران پادشاهی خوبه، مثل همین دوستان طرفدار سلطنت، یا اینکه چون شما در کشور خارج زندگی میکنید محاسنات به اصطلاح چیز رو دیدید، محاسن جمهوری و رأی مردم و اینها رو دیدی، نمیایین بگید که ما میخوایم مثلا جمهوری داشته باشیم. در صورت دوستان عزیز، آقای فرزاد نیساری دو تا فیسبوک دارن، دو تا صفحه، یکی فرزاد نیساری، یکی فرزاد نیساری دوستان. میتونید از این طریق باشون در تماس باشین. سعی میکنن چون جمعه قراره با دو سه نفر مصاحبه داشته باشین، سعی میکنم دوشنبه اگر آقای نیساری اویلیبل باشن، اویلیبل با فارسی چی میگن، اگر وقت داشته باشن با ایشون هم یک مصاحبه انجام بدیم و ببینیم چرا این دوستان تکلیف خودشون رو اول معلوم نمیکنن. آقا بیان بگین من میخوام شهردار بشم، بیان بگین من میخوام استاندار بشم، نه که مثل رضا پهلوی بیان بگین من آمادم هرچی مردم گفتن بشم. من برید مصاحبه منو نگاه کنید با رضا پهلوی سال 2006 در همین نشنال پرس کلاب. گفتم آقا شاید مردم به تو گفتن عمامه بذار سرت پیش نماز بشو، چون بابات هم پیش نماز بوده. اونایی که باور دارید از بابا به پدر به پسر میرسه، بابای این پیش نماز بوده. برید عکساشو نگاه کنید، دولا شده پیش نمازی میکنه. خب شاید مردم هم گفتن آقا ما یه پیش نماز داریم.
همونجوری که اینجا مرده شورش مرده بود، آقای ریگان از سوربی دعوت کرد آمد اینجا مرده شوری رو انجام داد، شاید ایرانم پیش نمازا دیدی دیگه الان چپ و راست دارن میزننشون، دارن میکشنشون، کم شدن، دعوت کردن آقا رضا شما گفتی رأی مردم، مردم کچل آباد میخوان بیان شما پیش نماز شما. این هم از این. ممنون و متشکرم. این چیزی بود که من صبح برای شما نوشتم. من امروز میخوام به شما یک قلقلکی بدم، امیدوارم ناراحت نشید. یه میسکال داشتیم از 833، احتمالا این از همین تلفنایی که میخوان بهت چی بفروشن، از اون تلفنایی که بهت میگه وام دانشجویی عقب افتاده ما ریت بهتری بهت میدیم، میگم کور خر، اصلا ما اینجا وام دانشجویی بده کار نبودیم و الی آخر. مرسی مرسی، ممنونم که دوستان هم بلدن تا اونقدر میشه میان اینجا، ولی این تعداد بینندای ما رو شما باید بیشتر کنید به وسیله دعوت از دوستان خودتون. نگید ای بابا من که 4 نفر بیشتر دوست ندارم، 4 نفر 7 نفر بیشتر تو لیستم نیستن، 4 نفر اینجا، 7 نفر اینجا، 11 تا 13 تا 11 تا 12 تا هم اینجا، 20 چند تا 10 تا هم اینجا اونجا، همینجوری. آقای زرابی یه روز اومد اینجا گفت آقا من تا اومدم اینقدر اضافه شد. گفت آقا چه فایده، حالا اینقدر بوده حالا شده اینقدر، چه فرقی میکنه؟ اینجور نیست که شما بگی وقتی میان نفری 2 دلار دادن اومدن. صحبت از پول شد و حمایت رو فراموش نکنید. بریم یه چند تا ایمیل و نوشته‌های دیگر هم باز براتون بخونیم. ساعت 2:26 است، 4 دقیقه دیگه از شما خداحافظی میکنیم. نمیدونم چون مخصوصا دیروز یا پریروز است که با آقای مسعود صحبت میکردم، گفت که من 100% میام. گفتم من همیشه میگم 99%، 1% میذارم برای اونایی که کاری براشون پیش میاد. گفت اگر اون 1% نتونستم بیام بهت خبر میدم، ولی خبری هم ندادن. آقای احمد قرنفولی اونم یه چیزی نوشته که الان در برنامه موقعیت ما نیست و نمیتونیم بخونیم. و آقای خسرو بهرامی بعد از مدت‌ها توی برنامه پیغام گذاشته. من معمولا کسایی که زنگ میزنم توی برنامه نمیخونم، ولی امروز چون قرار بود مهمون داشته باشیم، حالا اون مهمونمون نیامد و ما آب خوراک رو اضافه کردیم، ببینیم آقای بهرامی چی میگن. آقای خسرو بهرامی فعالی است که سالهای سال در یونایتد نیشن سازمان ملل کار کرده. نه اینشون هم 5 ثانیه پیامی هم نگذاشته. این کار خیلی زشتیه که زنگ میزنید و قطع میکنید. خب الحمدلله سرفه کردن صداشون صاف شد. خب دوستان عزیز ممنون و متشکرم. اینجا هم نوشته که all your friends were invited که اصلا درست نیست، دروغ محض. میگه پیش نماز هم میشه بعدش نمیاد. میگه باور کن اگه این رضا پهلوی رو بگن بیا پیش نماز هم بشو بعدش نمیاد. درود بر شما جناب سوربی، آقای شاهین فاتحی، آقای شاطعی، آقای فاتحی، من به شما سلام میکنم، خوشحالم که با ما هستید. امیدوارم شما هم اون پیشنهاد ما رو قبول کنید. هر چند روزی یک بحثی رو که موضوع نوشته هاتون هست، خیلی قشنگ مینویسی شما، کوتاه مفید مختصر، اون رو توی این شماره تلفنی که الان میبینید 202-695-2573 اون رو قرار بدید. دوستانی که فکر میکنن 90 دقیقه برنامه کمه، چون من کمی تند صحبت میکنم، شما اگه بلد باشید سرعت صحبت کردن و نمایش فیلم رو کم کنید، میتونید اینو تبدیل کنید به 180. برنامه های ایرانی دیگر رو که میبینید تریکش اینه که اونا چون یواش یواش جون میکنن حرف بزنن، اونو با سرعت تند نگاه کنید. همیشه این آقای چمنارا میگه سوربی خیلی ممنونم که تو من یاد دادی که چجوری این فیلم ها رو با سرعت 1.5 برابر 1.25 1.5 2 اینها تماشا کنم، چون بعضی ها واقعا فسفس میکنن. و اما ممنونم از آقای نیساری، ببینیم نوشته ایشون چیه در پاسخ به من. نوشتن در برابر ادعای سلطنت طلبه ها، خیلی جالبه، سلطنت طلبه ها، میگه سلطنت طلبه ها یعنی اینا دست کمی از طلبه های آخونده ها نداره، که هیچ کس بهتری برای سلطنت نیست، من بهتر از ایشان کاندید پادشاهی هستم. در برابر ادعای مجاهدین خلق و رئیس جمهور منتخب مردم، من بهتر، نه مجاهدا هیچ وقت نمیگن رئیس جمهور منتخب مردم، میگن رئیس جمهور منتخب شورای مقاومت، یه چیز اینجوری بلدن این تیکر رو، میدونن که مردم تنبونشون رو در میارن.
بله من بهتر از ایشان کاندیدا هستم. برای مردم ایران من سربازی بیش نیستم. دمت گرم، خیلی خوشحالم که من عنوان کردم که شما هم جواب بدید. و جواب ایشون اینه، میگه من میخوام به این بگم که اگه تو میخوای شاه بشی من از تو بهترم، اگه تو میخوای رئیس جمهور بشی من از تو بهترم، ولی در مقابل مردم من سربازی بیش نیستم. و این کلمه سرباز واقعا چقدر عالیه، یعنی حاضر طرف سرشو در راه مملکتش، در راه ملتش ببازه. بله میگه یک سوال، مگر کلینتون در دفتر کارش با خانم لوینسکی کار انجام میداد؟ کسی اعتراض خانم کسی اعتراض نکرد؟ طرفو ایمپیچ کردن. آخه شما خانم نیه چرا یه طرفه میری قاضی؟ جناب سوربی گرامی، شما چرا وقت خود را صرف این بیمقدارها میکنید؟ عزیز من ببینید، من اینجا نشستم، این یکی یه چی میفرسه، یکی دیگه یه چی میفرسه، اینا رو نگاه میکنم میگم شما وقت تو صرف نکن. اگه من صرف کردم شما وقت تو صرف نکن، من براتون فرستادم شما نخونش. ولی اینی که میگی مگر کلینتون در اتاق کارش نمیدونم بستنی داد دست لوینسکی، اونم شروع کرد به لیسیدن، بابا طرفو گرفتن چوب تو کنش کردن، بردنش ایمپیچش کردن، هزاران دلار ضرر، پول وکیل اینا. چرا همینجوری ساده میگذرید؟ شما اینجوری هم نیست خانم که شما فکر کنید. دوشنبه در خدمتم و توضیحات بیشتر داده خواهد شد. مرسی، ممنونم. پس روز جمعه به احتمال 99% با آقای دکتر شهرام ایرانبومی هستیم. هنوز نمیدونم که با آقای امیر حسین لادن هستیم یا نیستیم. برنامه مسئول رو احتمالاً میذارم برای چهارشنبه یا میذارم دوشنبه. دو تا مهمون داشته باشیم، بشه نور علی نور، یکی آقای فرزاد نیساری، یکی هم آقای مسئول. چرا فامیلش رو نمیگم؟ شاید تا اون روزی که میخواد بیاد نخواد فامیلش رو بگه. عکساشو برام فرستاده و یه حرف خیلی قشنگ زد. گفت یه بار زنگ زدم به برنامه میبودی و میبودی گفت که انصاف نیست که شماها از تاریکی نشستید و به ماها که توی این روشنایی نشستیم و یک در یک خونه شیشه‌ای نشستیم سنگ میندازید. منم گفتم بسیار حرف شما منطقیه، من اسمم مسعوده، فامیلیم اینه، اینم عکسم. گفت اون وقتا تلفن بود دیگه نمیشد عکس و اینا بفرست، ولی ایشون عکساش هم فرستاده، احتمالاً براش کاری پیش اومده یا این تفاوت سا... یادتونه گفتم این مسعود میگه من گیج شدم نمیدونم ساعت شما چیه ساعت من چیه و اینها. بگذاریم، برید این وای فای کالینگ رو تو قسمت تلفنتونه، اگه آیفون دارید میرید توی ستینگ، توی ستینگ میرید اون پایین علامت سبز تلفن رو که فشار میدین، بعد توی اون یکی از گزینه‌هاش همینه وای فای کالینگ. من فکر کنم اون اگه داشته باشید میشه یه چیزی مثل فیسبوک، یه چیزی مثل اون یکی دیگه چیه اسکایپ و اینها. و اگه تلفنتون دقیقه‌ای چیزی باشه حساب نمیشه، ولی به حرف من خیلی اطمینان نکنید، به هر هیچ کس اطمینان نکنید. حرف کسی رو که گوش میدید بعد برید تحقیق کنید، بعد درباره تحقیقتون فکر کنید، یا قبول کنید یا نکنید. اگه قبول کردید مسئول خودتون هستید، نه اون کسی که اینو به شما گفته. آقا یه نفر میگه اونجا چلو خورش میدن، شما میری نگاه میکنید نه آقا چوب میزنن، بعد نه به این بگو فرام خب دن رفت نگاه کردی نبود نگرفتی، این مسئول نیست، این اصلا حقوق گرفته تو رو بفسه اونجا. اینم از این. و میگه مرحوم مسعود رجبی که نیست که، نه اون هیچ وقت رئیس جمهور نشد. این خانم مریم رجبی رو این شورای ملی مقاومت یه مش عقب افتاده که همه مجاهده، چون همه اونایی که آمدن رفتن، همه خان بابا تهرانی اینا فکر کنم بهشون پیوسته بود و دید که بابا نه این هیچ فرقی نداره و فلان نه. و خیلی هاشون موقعی که این رفت با صدام ازش جدا شدن، یه آدم های معروفی بودن، الان دیگه یا مردن یا پیر شدن یا مثل همین خان بابا تهرانی با بذارشون کنار. دوستان عزیز، از اینکه با ما بودین ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید، برنامه های سوربی با مردم رو تماشا کنید. یادتون باشه شما میتونید با ما باشید، برنامه داشته باشید، میتونید مهمان ما باشید. مهمان یه دفعه دو دفعه اگه خیلی جالب باشید، خیلی خوش سخن باشید مثل آقای حسن فیروزی، ولی بعدش دیگه گفتم هم آقای خانم جادجودی میگه مهمون وقتی میاد اگر نره مثل نفسه که اگر بکشی داخل ولی بیرون ندی خفه میشی. مرسی، مرسی که با ما بودید. فیسبوک هم بار دیگه قطع شد، هیچ عیبی نداره. روز روزگار بر شما خوش، با امید دیدارتون روز جمعه. مرسی و اوقات خوبی داشته باشید.